به نام خداوند جان و خرد، 34مین شب از شبهای مجله بخارا را آغاز می کنیم و از طرف مجله بخارا خیر مقدم می گویم به استاد نیکل فریدنی و همسرشان سرکار خانم منیر سلطانی، استاد قلمسیاه، جناب آقای فتحی، آقای جعفری و دیگر سخنرانان و مهمانان گرامی. امشب اختصاص یافته است به تجلیل و بزرگداشت از یکی از فرزندان راستین هنر و درستی و پاکی ایران. بعضی آدم ها جور خاصی احساس می کنند، طور دیگری می فهمند، حرف و دردشان با حرف ها و دردهای دیگران فرق دارد، زندگیشان در قالب های پیش پا افتاده نمی گنجد، دنبال راه های پا خورده و کوفته نمی گردن و از سنگلاخ و خلوت راه نمی هراسند. با خاطر جمعی ها و دلخوشی های دیگران سر آشتی ندارند، یقین های دیگران آنها را قانع نمی کند و همیشه دست جستجویند. و استاد ما نیکل فریدنی از این گونه انسان هاست. خودش می گوید نیکل فریدنی هستم، در 28 دیماه 1314 در شهرستان شیراز متولد شدم. در 2 سالگی به همراه خانوادم به اصفهان رفتم. دوره دبستان را در مدرسه شاه عباس واقع در جلفا گذراندم. سپس با خانواده به تهران آمدم و 1 سال بعد هم به کرمان رفتیم و تا آخر دبیرستان در آنجا ماندم. سال 1334 مجدداً با بازگشت پدر به تهران آمدم. مقطع زندگی من در کرمان بسیار مهم است و در سرنوشت شغلی من نقش تعیین کننده ای دارد، زیرا در این دوره بود که من برای اولین بار دوربین به دست گرفتم. پدر من در اصل 4 یعنی در طرح معروف ترومن شاغل بود و شخصی به نام حسین شریفی هم متصدی عکاسی اصل 4 بود. او گاهی از من میخواست که در خوش کردن عکسها کمکش کنم. در آن 4 دیواری تاریک تمام و عشق علاقه من به این کار آرام آرام داشت شکل میگرفت و پس از مدت کمی با اصرار از او خواستم که اجازه دهد با دوربین عکاسی کنم. ابتدا مخالفت کرد، تو عکاسی بلد نیستی، راست میگفت، ولی قول دادم که یاد میگیرم و او هم سرانجام یک دستگاه دوربین فانوسی زایس ایکون 6x6 با یک حلقه فیلم ارتوکروماتیک کورت در اختیارم گذاشت و من که میخواستم از ابرهای در هم پیچیده در زمینه آسمان آبی عکس با کنتراست بگیرم، روی لنز دوربین فیلتر قرمز گذاشتم، غافل از این که فیلم ارتوکروماتیک در مقابل نور قرمز حساسیت ندارد و این ترفند را باید با فیلم پانکروماتیک زد. در نتیجه کل فیلم ها خراب از آب در آمدن. باری پدرم که علاقه مرا به عکاسی می دید یک دوربین 35 میلیتی آرگوس برام خرید و من با خیال راحت تر به عکاسی مشغول شدم و بعد هم یک نیکون. سر از پا نمی شناختم، با رفقا به وسیله دوچرخه در هر موقعیتی که پیش می آمد رکاب زنان فاصله 6 فرسنگی جاده شسه پر از گرد و خاک و دست انداز کرمان ماهان یا سایر مکانهای نزدیک را با عشق و عکاسی از آثار موجود و طبیعت طی می کردم و بعد از ظهر خسته و خاکالود به تاریک خانه کوچکم می رفتم و فیلم ها را ظاهر می کردم. آن تاریک خانه را با خون دل از مقوای کلفت درست کرده بودم و چند تشتک و 1 عدد تانک ظهور کوچک و 1 دستگاه آگراندیسور هم برایش تهیه کرده بودم. و قصه همچنان ادامه پیدا می کند و کار به جایی می رسد که در سال 34 به تهران آمدیم و من 1 راست به مغازه آکفا رفتم. عکس های من در اندازه 30x40 به دیوار فروشگاه آویخته بود. به مرحوم مارتین که نماینده آکفا در ایران بود گفتم چه کسی این عکس ها را گرفته؟ گفت تو نمی شناسیش، کارش خیلی خوب و تمیزه. گفتم کجاست؟
گفت اینجا نیست. گفتم آقای مارتین، من پسر فلانی هستم و این عکس ها را من در کرمان گرفتم و نمونه هایش هم با فیلم نزد خودم است. گفت میایی اینجا کار کنی؟ و از آن پس مرتب با فیلم کوداکروم عکاسی می کردم و آنها را به وسیله پست به آلمان می فرستادم. و اما نیکول و آرزوهایش، بزرگترین آرزویش اول سلامتی و تندرستی، بعد عکاسی هوایی است. نیکول تصمیم گیری در مورد انتخاب بهترین کار را خیلی مشکل می داند. بهترین سفرهایش را به هند، افغانستان، پاکستان و نپال می داند. هیچگاه از کنار گذاشتن صنعت نفت پشیمان نشده و جز عکاسی هیچ حرفه ای نداشته است. هیچگاه در هنگام ظهر عکاسی نمی کند و بهترین فصل برای عکاسی را پاییز و بهار و زمستان می داند. عقیده دارد که یک عکاس خوب از یک حلقه 36 تایی باید بتواند 18 فریم خوب عکاسی کند. برای نتیجه بهتر از این هنر باید زیاد سفر کرد. عکاسی تمام زندگی او را از کودکی تا اکنون تشکیل داده است. نوع دوربین را زیاد مهم نمی داند و معتقد است که باید سعی کرد بدون سپایه عکس گرفت. او می گوید که خانوادهش اصرار داشتند که نیکول در کنار آنها در کانادا زندگی کند. ولی نیکول می گوید که زندگی در کانادا برایم امکان پذیر نبوده و نیست. نیکول به خاطر تحصیلات فرزندانش آنها را مقیم کانادا کرده ولی ترجیح داده که خودش در ایران عکاسی کند و خانوادهش گفتند که نیکول ما را رها کرده، ولی نیکول میگوید من در ایران به دنیا آمدم و همینجا زندگی میکنم و همینجا هم دوست دارم بمیرم. نیکول از بیماری خود راضی نیست، ولی از اینکه چشمهایش سالم هستند و هم میتواند عکاسی کند و هم زحمات گذشتهش را که هم اکنون در گالری به نمایش گذاشته است راضی است و شکرگزار. زندگی در ایران را بیشتر از زندگی کردن در خارج دوست دارد و همه جای ایران را مثل هم می داند. علاقمند به کتاب مولاناست ولی علاقه‌ای به شعر نو ندارد. ورزش مورد علاقه او دوچرخه سواری است، به طوری که در نوجوانی با دوچرخه به دوردست ها می رفته و عکاسی می کرده است. به عکس چاپ شده از ارگ بم که بر دیوار دفتر نگارخانه چسبانده شده اشاره می کند و از خاطرات بم یاد می کند و اینکه بر تمام دیوارهای ارگ بم راه رفته و از آنجا عکاسی کرده و از اتفاق زلزله پنجم دیماه 82 متأثر است و در خاطرش و در خاطراتش قوطه‌ور می شود و گریه می کند. در مسافرت ها نیکول و همسرش منیر مخالف اقامت در هتل هستند و ترجیح می دهند که در ماشین و چادر اقامت کنند. از کار دخترش کاترین هم که هم رشته پدر است راضی است. کاترین بیشتر عکاسی تبلیغاتی و ژورنالیستی می کند و پدر می خواهد که نمایشگاهی از آثار او داشته باشد. در مورد بهتر معرفی کردن این هنر می گوید که زمان لازم است و پشت و کار و صبر. نیکول در کل از کار جوانان امروز راضی است و میگوید که اول باید خوب دید، بعد عکاسی کرد و دوربین مهم نیست. در صحبت با اساتید این رشته میگوید که اینقدر لفظ منم را به کار نگیرید و به دیگران هم فرصت خود نمایی دهید و این را در عمل ثابت کنید. خیلی متشکرم.